بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. همونطوری که در برنامه خودم هم گفتم، امروز با آقای عباس سعیدی هستیم. ایشون هر ماه هفته اول جمعه با ما هستن و کلن قرار بوده که درباره ماتریالیسم صحبت کنیم، ولی دوستان زیادی سوال میکنن در رابطه با به اصطلاح جهانبینی های دیگه مثل داروینیسم یا ایتیزم که توی ایران فکر کنم بهش آتوئیسم میگن. اینها رو سوال میکنیم از ایشون. بعد جریانات اخیری که چه در ایران چه در آمریکا الان اتفاق افتاده به خاطر کرونا، از این صحبت میکنیم. روز دوشنبه درباره اون پیمان نوین آقای رضا پهلوی من از آقای سعیدی میخوام سوال کنم. کلن برنامه متعلق به ایشون هست و من از ایشون تشکر میکنم و همینجا میکروفون رو در اختیار ایشون قرار میدم تا با شما گفت و شنودی دوستانه داشته باشن. در حین برنامه میتونید سوالات خودتون یا نظر خودتون رو با شماره تلفنی که روی به اصطلاح صفحه میبینید پیام بذارید، ایشون بعداً باهاتون تماس میگیره، یا اینکه به صورت مستقیم با من از طریق فیسبوک تماس بگیرید. من اینجا فقط کار اپریشن رو انجام میدم یا به اصطلاح سکوی ارتباطی هستم که در اختیار آقای سعیدی قرار گرفته. آقای سعیدی خیلی خوش آمدید، امیدوارم که حالا احوال شما خوب باشه و با این دوران کرونا به اصطلاح یه جوری کنار آمده باشید که هم بتونید سلامت باشید هم مثل بعضی ها دوچار افسردگی نشده باشید. خیلی خوشحالم که با ما هستید. بفرمایید. با عرض سلام و عرض ادب و احترام به همه بینندگان عزیز تشکر از شما آقای سعیدی. خوشحالم که یه بار دیگه تونستم از کرونا جان سالم به تخت ببرم و در خدمتتون باشم. امروز ابتدا در اون سوالی که شما مطرح کردید که عزیزان پرسیده بودن یه جوابی بدم. داروینیسم تفکری که بعد از اینکه داروین نظریه های خودش رو داد تبدیل به یک طرز فکری شد و یه عده‌ای واقعا چیفته این کشفیات داروین شدن و این جهانبینی نیست. جهانبینی ابعاد وسیع باید داشته باشه. جهانبینی وقتی به اصطلاح میشه اسمشو گذاشت جهانبینی، یک تفکر رو میشه جهانبینی خوند که بتونه به همه ابعاد هستی جواب بده، بتونه به این سوال جواب بده که هستی چجوری به وجود آمده، چجوری به شکل کنونی تبدیل شده. وقتی یک تفکری بتونه به همه این سوالات در قالب یک سری فرمول‌ها جواب بده، داروینیسم یک به اصطلاح تحول و یک انقلاب در رشته زیست‌شناسی، صرفا فقط مسئله حیات و زیست‌شناسی رو در کره زمین توضیح بده. و خب واقعا میشه گفت که نقش داروین در تحول فکری اندیشمندان اروپایی یه نقش تعیین کننده بوده. انصافا این نقش تعیین کننده بوده به دلیل اهمیت این نقش بوده که بعدا همزمان با داروین کمی بعد از او فویرباخ راجع به ماتریالیسم صحبت میکنه، اعتماد به نفس پیدا میکنه که مستقیما از مادی بودن جهان هستی صحبت بکنه. حتی در اون مقطع هم که فویرباخ راجع به ماتریالیسم صحبت میکنه، هنوز ابعاد ماتریالیسم در یک ابعاد در سطح جهانبینی به نظر من مشخص نشده بود. چرا؟ برای اینکه هر جهانبینی باید یک فلسفه ای پشتش باشه که اون رو توضیح بده. صرف این که ما بگیم که دنیا مادیه جهانبینی نداریم، نخواهیم داشت، بلکه باید بگیم که این ماده
تحت تأثیر چه عواملی، چه فانکشن هایی عمل کرده و عمل میکنه. اونجاست که نقش فلسفه مطرح میشه و من عرض کردم که ماتریالیزم دیالکتیک که فلسفه مارکسیستا ادعا میکردن فلسفه اونهاست، در واقع فلسفه ماتریالیزم بوده و این رو توضیح دادم و بر اساس اون عرض کردم که ماتریالیزم یک جهان بینیه. در مورد آتئیزم هم درست مثل داروینیسم تفکر کسانیه که معتقد هستن خدا وجود نداره. خب این یه تفکریست ولی نمیشه به اسمشو گذاشت، فرض بفرمایید که جهان بینی نیست، برای این که همونطور که عرض کردم توضیح نمیده فانکشن ها و اون عملکردهایی که هستی رو شکل داده، فقط یک عدم اعتقاد به وجود خداست. به نظر من اینها نتیجه عدم آگاهی بشریت نسبت به یک مسئله بوده که هر ایزمی رو به وجود آورده، در حالی که در دنیا به نظر من فقط یک ایزم وجود داره و اونم ماتریالیزمه، ایزمی که توضیح میده جهان هستی چجوش شکل گرفته و تحت تأثیر چه قواعدی عمل شده در طبیعت و بعد حتی جوامع انسانی رو هم در بر میگیره این تعاریف ماتریالیستی، که بد نیست اتفاقا یه کمی باز بهش اشاره کنم، چون من معتقد هستم که تنها کار مفیدی که من انجام دادم در این چند برنامه اخیر این بوده که اولا ماتریالیزم رو به عنوان یک جهانبینی مطرح کردم، چون این رنجیه که بشریت میبره و به خاطر عدم آگاهی نسبت به یک جهانبینی علمی، یک جهانبینی منطقی. و هر چقدر من راجع بهش صحبت کنم یا تکرار بکنم به نظر من پسندیده است. ببینید در واقع ماتریالیزم یا به بهتر از تعریف ماتریالیزم دیالکتیک شروع بکنم، همونطور که عرض کردم ماتریالیزم دیالکتیک به عنوان فلسفه یه جهانبینی ماتریالیستی این هستش معنیش که پدیده های متفاوت در جهان هستی در اثر همزیستی و برخورد با هم از هم یک تأثیر پذیری پیدا می کنند. موضوع به همین سادگی عزیزان، این تأثیر پذیری در اثر همزیستی و برخورد عرض کردم پدیده های متفاوت در جهان، این پدیده ها از المنت ها میتونه شروع بشه تا به پیچیده ترین پدیده ها، اینها در برخورد با هم در همزیستی با هم از هم تأثیر پذیری میکنند و این تأثیر پذیری اونطور نیستش که همیشه اتفاق بیفته. من قبلا هم عرض کردم که این یک در میلیون، یک در میلیارد گاهی اوقات این هم نشینی ها و این مجاورت ها به یک تأثیر پذیری منجر میشه که یک قدم به سمت فرگشت برداشته میشه. بنابراین یک تعریف به اصطلاح جامعی که به عقلم رسید از ماتریالیزم دیالکتیک خدمتون عرض کردم، وقتی شما دنیا رو مادی میبینید و این فلسفه ماتریالیزم دیالکتیک رو تعریفش رو در کنار اون قرار میدید، اون وقت میبینید که همه چیز یک تصویر نوعی توی ذهن شما ایجاد میشه. برای مثال حتی میتونید جوامع انسانی رو، تاریخ بشریت رو مطالعه کنید، این تأثیر پذیری چجوری صورت گرفته و چطور باعث تحولات اجتماعی شده. مارکس سعی کرد بگه که تضاد عاملش بوده، ولی من تعریف خودم رو دادم و عرض کردم. البته این نمیتونم ادعا کنم این تعریف من الزامن، چون من معتقدم که سوسیال دموکراسی اصلا از بطن این قضیه متولد شده، تشخیص این که تضاد عامل تحول نیست بلکه جرقه تحوله، اون چیزی که عامل تحوله اینفلوئنسینگ و تأثیر پذیریه.
در جوامع انسانی به دلیل وجود اندیشه و به دلیل مناسبات اقتصادی که در زندگی انسان‌ها وجود داره، تضاد نقش بازی می‌کنه، بیشتر نمود پیدا می‌کنه برعکس طبیعت و هستی طبیعی. در جوامع انسانی تضاد جرقه هر گونه تحولی رو باعث میشه. منتها اون چیزی که تحول رو به وجود میاره، همونطور که عرض کردم، اینفلوئنسینگ یا تأثیرپذیری پدیده ها اصلا هست. و اینجاست که مارکس اشتباه میکنه به نظر من. مارکس میره دنبال اون روحیه‌ای که در نیمه دوم عمرش پیدا میکنه، چون قبلا مارکس خودش حزب سوسیال دموکرات آلمان رو از به اصطلاح بانیان حزب سوسیال دموکراسی در آلمان بود، ولی مارکس در نیمه دوم حیاتش ماهیت فکریش و موضع‌گیری‌هاش تغییر میکنه، خیلی رادیکال میشه. در انقلاب فرانسه حتی حضور داشته، در با انقلابیون هشت و نشت داشته، انترناسیونالیزم کارگری رو مطرح میکنه، مانیفست کمونیستش رو مینویسه و اعتقاد پیدا میکنه که چون تضاد عامل تحول هست و تحولات رو دامن زده و این روند ادامه پیدا میکنه، در آینده هم انقلاب کارگری صورت میگیره و نظم نوین کمونیستی در نهایت شکل میگیره. و ایشون بدون توجه به نقش تأثیرپذیری و اینفلوئنسینگ این حرفا رو میزنه. من در برنامه ها توضیح دادم که اون چیزی که تحولات اجتماعی رو باعث شده تأثیرپذیری بوده، مصلحت اندیشی طبقات مسلط بوده و عوامل اون تضادی که باعث میشه اونها به این مصلحت اندیشی برسن، اون تضاد فقط جرقه کار هست. توضیح دادم مثلا فرض بکنید بردهدار نگاه میکنه میبینه میتونه محصول زیادی از زمین در بیاره در سایه اون خیش آهنی که درست شده و فهمیدن که باید اون خیش رو به گاو چیز چارپایی ببندن و تونستن ده ها برابر محصول بیشتر زمین شخ بزنن و محصول بیشتر کشت کنن. خب دیگه لزومی نداشته برده ها آتل و باطل بگردند و از اونا استفاده های غیر اقتصادی بشه. اونها مصلحت اندیشی کردند، در نتیجه در طول زمان سیستم بردهداری دیگه منفعتی نداشته و از بین رفته، آرام آرام کمرنگ شده و فئودالیسم به وجود اومده. بعدم توضیح دادم که چطور جامعه سرمایه‌داری در بورکا شکل میگیره و یواش یواش پول و سرمایه، ثروت مردم جذب اون بورکا میشه و پدیده سرمایه‌داری جون میگیره در اروپا. بنابراین عامل اینفلوئنسینگ رو باز تو این برنامه از همین چند دقیقه اول برنامه استفاده کردم، باز معرفی کردم، چون باید ما عزیزان، شما عزیزان باید بدونید جهانبینی نقش بسیار تعیین کننده ای در سرنوشت آینده کشور ما داره. ما گرفتار تفکرات متحجر مذهبی هستیم، مخصوصا ما ایرانی ها که توی به اصطلاح این فرقه شیعه گرفتار شدیم و فرقه‌ای که بسیار بسیار افکارش عقب افتاده تر از حتی مسلمان هاست. باید نجات پیدا بکنن نسل‌های بعدی ایران و این مقدور نیست مگر اینکه شناخت علمی پیدا بکنند از حقایق دنیا. به هر حال همین اندازه من فکر می‌کنم کفایت باشه که من یه نقل به گذشته کردم. برای ادامه من تصور میکنم که بد نیست به یک نکته اشاره بکنم. ببینید اندیشه های بشری در طول اعصار گذشته، مخصوصا در این 400-500 سال گذشته، حکم حلقه های یک زنجیر رو دارند. هر شخصیتی، هر متفکری، فیلسوفی، اندیشمندی اومده حلقه خودش رو تکمیل کرده و به نسل بعدی تحویل داده. این پدیده انتقال اطلاعات که ما انسانها رو به وجود آورده از ابتدا
چون ما انسان‌ها زمانی موفق شدیم قدم در راه تکامل خودمون بگذاریم و تبدیل به شکل کنونی بشیم که انداممون عمودی شد. در اثر عمودی شدن اندام، حالا هر دلیلی که میتونست باشه، علفزارها باعث شدند، مثلا اون چهار پایان که ما بهشون میمون میگیم، اون چهار پایان مجبور شدن توی این علفزارها هی روپای خودشون بلندشن تا ببینن اطرافو که نکنه در خطری، خطری تهدیدشون نکنه، و این به آرام آرام اینا رو تبدیل کرد به دوپا. وقتی دوپا شدند، یه اتفاقی در فک اینا افتاد. دو تا نیرو فک اینها رو بسیار تواناتر کرد. یک نیرو، نیروی جاذبه زمین بود که فک پایینی رو به سمت پایین میکشید. نیروی دوم نیروی عضلات که میتونست این فک رو حرکت بده. در واقع کمکی که نیروی جاذبه زمین به تنظیم حرکات فک انسان کرد، باعث شد که انسان بتونه اصوات متنوعتری رو از خودش در بیاره، و این اصوات متنوعتر به مرور انسان رو متکلم کرد، قادر کرد به اینکه یک سری اطلاعات رو از طریق نوع خاصی از صدا به دیگران منتقل بکنه، و این پدیده همینطور کامل و کاملتر شد و انسان وارد عصری شد که توانایی تکلم او رو قادر کرد که اطلاعات خودش رو به نسل‌های بعدی منتقل بکنه. این انتقال اطلاعات به نسل‌های بعدی بود که تفکر رو تکامل بخشید و انسان‌ها رو نسل به نسل متفکرتر کرد. برگردم به اون زنجیر. پس هر اندیشمندی زنجیر خودش رو، حلقه خودش رو تشکیل میده و این حلقه رو به نسل بعدی منتقل میکنه و نسل‌های بعدی حلقه های جدید رو به این حلقه نسل میکنن و یک زنجیره ای از تفکر شکل میگیره در همه عرصه ها و مخصوصا در مسئله فلسفه، چون میدونید که امروز نقش فلسفه دیگه مثل گذشته نیست. فلسفه مربوط میشه به دورانی که علم به اندازه کنونی رشد نکرده بود. الان دیگه عصر فلسفه نیست، امروز عصر علمه. ولی خب در یه دوره فلسفه نقش مهمی داشته، مخصوصا در اروپا، چون فیلسوف‌های اروپایی، عرض کردم، در جریان رقابت بین دولت‌های اروپایی برای پیدا کردن نفوذ و بازار مردم رو تهییج می‌کردند، اندیشه‌هایی رو مطرح می‌کردند. همین تفکر ماتریالیستی از 450 سال پیش توسط فرانسیس بیکن در واقع کلید خورد و آروم آروم در طول 450 سال رسید جایی که ماتریالیسم مطرح شد و بعد از فویرباخ شخصیت‌های دیگه اون رو تکمیل کردند و علم اون رو تکمیل کرد. جالب اینجاست دستاوردهای علمی تفکر ماتریالیستی و علمی رو روز به روز بیشتر تایید کرده تا به امروز. به هر حال این زنجیره وجود داره و شما برای اینکه دستاوردهای این زنجیره رو ازش برخوردار بشید، لزومی نداره تمام زنجیره رو مطالعه کنید. نه خیر، به نظر من این نوید رو به شما عزیزان میدم. حلقه های آخر این زنجیر همون جاییه که انسان تونست مادی بودن جهان رو اثبات بکنه. شما اگر ماتریالیزم رو با اون ابعادی که من عرض کردم، با اون جزئیاتی که من عرض کردم مطالعه بیشتر بکنید، خودتون متوجه خواهید شد که این نوع نگرش به دنیا منطقی ترین نوع نگرش هست و میتونه به سوالات بیشمار ما جواب بده. بنابراین تاکید من روی این قضیه هستش که
به اصطلاح شناسایی زنجیرهای حلقه های نهایی این تفکر زنجیروار میتونه خیلی وقت ما رو سیو بکنه. قرار نیست که ما چرخ رو از ابتدا کشف بکنیم. دستاوردهای علمی امروزه اینقدر روشن و مشخص است که همین که ما به نتیجه کلی که از اون همه تلاش به دست اومده تفکر کنیم، روش زوم بکنیم، در واقع میتونیم همه این به اصطلاح آگاهی ها رو در عالم واقع پیدا بکنیم. این نکته بود که خواستم این رو به نسل های به جوانان ایران توصیه بکنم که ملا لغتی نباشند. برای فهمیدن حقیقت لازم نیست تاریخ ویل برانت رو بخونید یا تاریخ کلی فلسفه رو مطالعه کنید. اگر به نتیجه‌گیری های نهایی دست پیدا بکنید، خود به خود اگر هم خواستید تاریخ رو مطالعه کنید، متوجه میشید که اون نتیجه‌گیری نهایی در اثر چه پروسه‌ای به وجود اومده. فقط این رو میتونید متوجه بشید. من حالا چکیده مطالعات خودم رو تقدیم کردم که فکر میکنم خیلی مهمه. یکی این موضوع بود که گفتم با شما در میان بگذارم. یکی هم این که ببینید عزیزان، در موضع‌گیری های سابق من یک جور بعضی از عزیزان زنگ زدن. البته من دو نوع تماس داشتم. یه سری عزیزان اعتقاد داشتن، میگفتن که آقا شما چرا با آقای سوربی کار میکنی؟ آقای سوربی که بله اون طرفیه و طرف رژیم و اینا. میخواستم همین رو توضیح بدم آقای سوربی. ببینید من جوابم این هستش، درسته که خب آقای سوربی اعتقاداتی داره که یا بر اثر اعتقادات ایشون یه عده‌ای از همفکرهای ایشون جمع شدن دور بر ایشون در تلویزیون مردم، یا برعکس این اتفاق افتاده، یه عده‌ای طرف جمهوری اسلامی اومدن این تلویزیون برنامه گرفتن و آقای سوربی هم تشویق شده که یه کمی هم در جهت اونا موضع‌گیری بکنه، چون به هر حال مسئله اقتصاد در زندگی هر کسی نقش تعیین کننده ای داره. ولی من چرا این تلویزیون رو انتخاب کردم؟ دلیلش این بود که من متوجه شدم که آقای سوربی مزدور جمهوری اسلامی نیست، اینجوری فکر میکنه، یا در اثر همنشینی با این اشخاص یا اینکه خودش به این طرز فکر اعتقاد داره و این احترام داره، یعنی احترام داره که قابل پذیرش نیست از نظر من، نقدش میکنم، ولی به این حق آقای سوربی هم احترام میگذارم. اتفاقا یکی از دلایل این که من این تلویزیون رو انتخاب کردم این بود که با خودم فکر کردم که چرا باید این تلویزیون ارگان کسانی باشه که در جهت جمهوری اسلامی حرف میزنن. من باید برم و نظر خودم رو در این تلویزیون مطرح بکنم، فضاسازی بکنم. و دقیقا یکی از دلایل اومدنم به این تلویزیون، ضمن این که خب آقای سوربی هم در واقع شخصیتش مؤثر بوده در این تصمیم گیری من، اون نقد طنزی که در گفتار آقای سوربی بود در واقع دلیل اصلی جذب شدن من به بعضی موقعا به برنامه های ایشون بود. ولی بعدا با خودم فکر کردم که خب چرا من از این فرصت استفاده نکنم و نرم در این تلویزیون و سعی نکنم که آقای سوربی رو متمایل کنم به تفکر خودم، چرا این کارو نکنم. و اتفاقا در این مدت هم بهم ثابت شد آقای سوربی
عکس العملش به من ثابت کرده که آدمیه که همیشه به اصطلاح این استعداد رو داره که این انعطاف ها رو از خودش نشون بده. حالا من البته میدونم تمایلات اقتصادی و انگیزه های اقتصادی قوی ترین انگیزه ها هستن و به راحتی نمیشه نظر یه شخص رو در حالی که اقتصادش در از جهتی تأمین میشه به جهت دیگه متمایل کرد. درسته، اینو میدونم، ولی به هر حال این تلویزیون نباید فقط ارگان کسانی باشه که افکارشون در جهت تایید جمهوری اسلامیه. بنده هم باید اینجا صحبت کنم و کسان دیگر هم دعوت میکنم که به من ملحق بشن، بیان تو این تلویزیون و اجازه ندن که آقای سربی محاصره بشه به وسیله کسانی که نباید. یکی این موضوع بود که میخواستم عرض بکنم. بله بله، من بودم و معتقدم که مرحوم داور در واقع نقشی در اون پروژه نداشته. اگر مدیریت اون پروژه رو در نظر بگیرید، مرحوم داور حتی آبدارچی اون پروژه هم نبوده، فقط و فقط تلویزیون به نامش بوده. این پروژه تفکری بوده که بعد از غلطیدن جمهوری اسلامی به دامن روس‌ها که اونم با همکاری امریکایی‌ها اتفاق افتاد، چون روس‌ها و امریکایی‌ها با هم منافع مشترک داشتن در هلال شیعه، بعد از بین رفتن پس برچیده شدن بساط اتحاد جماهیر شوروی، در واقع روس‌ها به جامعه جهانی ملحق شدند. امریکایی‌ها خیلی سعی کردن کمک کردن به روس‌ها و در جریان سوق دادن اون کمربند سبز عوض کرد، یعنی با رفتن روسیه شوروی دیگه اون پروژه منتفی شد، مسئله هلال شیعه مطرح شد. هم روس‌ها درش به اصطلاح منفعت داشتند، هم امریکایی‌ها، چون هلال شیعه میتونست تشنج رو در خاورمیانه به وجود بیاره و روس‌ها در سوریه جای پای جمهوری اسلامی رو محکم کردند، امریکایی‌ها در عراق جای پای جمهوری اسلامی رو محکم کردند و حتی براندازی صدام عمده‌ترین دلیلش این بود که صدام مانع بزرگ این توسعه هلال شیعه بود و باید از سر راه برداشته میشد. بقیه چیزها در درجات بعدی اهمیت بودند. هلال شیعه با همکاری روسیه و امریکا تا به امروز تقویت شده. دلیلش هم کاملا روشنه. انباشته شدن دلارهای نفتی توسط دنیای استعمار تحمل نمیشه. این دلارها از دو طریق باید مکیده بشن و عاملی که میتونه به این مکش کمک بکنه تشنجه. تشنج باعث میشه که اول دلارها فرار بکنن. کسانی که احساس عدم امنیت میکنند در اثر تشنج، احتمال یک حادثه بد در آینده، دلارهاشون رو به جاهای امن‌تر منتقل میکنند. این عامل حتی از عوامل دیگه بیشتر منفعت دنیای استعمار رو تأمین کرده. فرار دلار و سرمایه. عامل دوم هم طبیعتاً فروش اسلحه است، باج‌خواهی و اینجور چیزها. آقای سعیدی،
دوستان میپرسن که نظر شما راجع به شخصی به نام آقای امیر عباس فخرآور و فعالیت های او چیست؟ من هنوز بخش اول تموم نکردم. من داشتم میگفتم که در اوج اون قلتیدن جمهوری اسلامی به دامن روس‌ها، پروژه رنگارنگ در خارج از کشورم مطرح شد. من اسمشو گذاشتم پروژه رنگارنگ. اون اسم رنگارنگ اسم بسیار با مسماییه. در اون پروژه تلاش شد همه تضادهای موجود در اپوزیسیون خارج از کشور بزرگ نمایی بشه. خود آدم‌های مستعدی هم برای این کار، برای اینکه این آش رو به هم بزنند و محیط رو متشنج بکنند، در اون تلویزیون شروع به کار کردن که خود شما هم آقای سوری یکی از اونا بودید. آقای بهبهانی بود و چندین شخصیت دیگه و به اضافه اون شخصیت خاص آقای داور. ناسزا گفتن به اسلام ابزار این پروژه بوده. حمله به آخوندها ابزار این پروژه بوده. چرا؟ برای اینکه سپاه پاسداران پشت این پروژه بوده. و به نظر من این مسئله تا به امروز هم ادامه داشته. شخصیتی هم که شما نام بردید، آقای عباس، امیر عباس فخرآور، ادامه این پروژه است. تمام کسانی که در تلویزیون‌های مختلف آمدند به اشکال مختلف، تئوری‌های مختلف، تفکرات مختلف وارد مدیا شدند، از اونهایی که از فدرالیسم صحبت می‌کردند، اونهایی که از سکولاریسم صحبت می‌کردند، و همین آقای فخرآور، آقای شهرام همایون، حتی با وجود اینکه ظاهر فعالیت‌های آقای شهرام همایون حمایت از خانواده پهلویه، ولی ایشون خیلی آدم لیزه، راحت لیز میخوره از هر چیزی. در هر فرصتی به اصطلاح ایشون پیدا بکنه، فقط به دنبال مطامع شخصی خودش هست و ابدا مصلحت اندیشی راجع به کشور ایران نداره یا راحت اون رو فدا میکنه. من به نظر من ما این اگر مسئله رو در یک ابعاد وسیع نگاه بکنیم، خیلی از سوالات ما جواب داده میشه. من معتقد هستم این که واقعا در اون سالی که اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد، یک توافقی بین امریکایی‌ها و روس‌ها انجام شده. سیستم ایران رو هل دادند به داخل، به بغل روس‌ها، برای اینکه بتونن پروژه هلال شیعه رو به این ترتیب کامل بکنن. چون باید این لولو انقدر ترسناک میشد که این پروژه بتونه به اهدافش برسه. و میخوام اینطور عرض بکنم، شما برای مثال بذارید اینجور بگم، آقای نوری علا که مدتی هم از من بیخبر هستم، امیدوارم حالشون خوب باشه، با تفکر سکولاریزم اول شروع کرد، با اونهایی که به فدرالیزم اعتقاد هستن با اونها همزبونی کردن، بعد ابزار سکولاریزم تو دستش گرفت، وارد صحنه شد. جالب اینجاست آقای نوری علا در زمان انقلاب بر علیه نظام پادشاهی ایران که مظهر سکولاریزم در ایران بوده، مظهر سکولاریزم در ایران و شاید بتونم به جرأت بگم در جهان. برای این چرا؟ برای اینکه قانون اساسی مشروطه ایران یک پدیده مانع بزرگ در راه سکولاریزم ایران بوده. هر دو پادشاه پهلوی اون رو مجبور شدن زیر پا بذارن تا سکولاریزم رو در ایران پیاده کنن. حالا جالب اینجاست که این آقای نوری علا که با اون سیستم مخالفت میکرده، بعد از 30 سال یه دفعه یادش افتاده که سکولاریزم چیز خوبیه، بدون این که حتی اقرار کنه که من در گذشته اشتباه کردم، من نفهمیدم، موضع گیری های غلط کردم. اصلا اینجور آدم ها اصلا به پیشینه خودشون نه تنها نقد نمی کنن، بلکه خودشونو میزنن به اون راه، کاملا خودشونو میزنن به اون راه.
همین کار رو در مورد دیگران هم میشه سراغ آقای امیر عباس فخرآور. این جوون یه جوون با استعدادیه، یه توانایی هایی داره. اینو چطوری از تو بطن جمهوری اسلامی برمیدارن میارنش تو امریکا شتاب زده در یک پوزیشن که اصلا مناسبتی وجود نداره، در پوزیشن استاد دانشگاه اینو جا میندازن، بعد کتابی رو که تهیه کردند به نام او منتشر میکنند تا به نفوذ کلام او بیشتر کمک بکنند. حالا این کلام چی هست؟ امروز وقتی ما به عمل کرده آقای امیر عباس فخرآور نگاه میندازیم، میبینیم که یک کتابچه کوچیکی رو دستش گرفته به اسم قانون اساسی، ادعا میکنه این هم برای سیستم پادشاهی هم برای سیستم جمهوری. بعد وقتی شما این کتاب میخونید میبینید اصلا هیچ خبری از پادشاهی درش نیست، همه رئیس جمهور رو تعریف کرده، فدرالیزم رو یه جوری تعریف کرده در ایران، در حالی که اگر کتاب قانون اساسی بخواد راجع به پادشاهی نوشته بشه باید مختص اون و زوم بکنه روی مطالب این که پادشاه چه مسئولیت هایی داره، چه اختیاراتی داره و به عنوان یک مکانیزم کنترلی از جایگاه پادشاه توی قانون اساسی باید استفاده بشه. در اون کتابچه آقای فخرآور هیچ خبری از این چیزا نیست، فقط ادعای ایشونه که یک کلمه جمله اول قانون اساسیش نوشته شده که این برای سیستم پادشاهی و جمهوریته. برای که کوچیکه دیگه، ابعاد خیلی کوچیکی داره، یه چیزی در حد 20 صفحه است، 30 صفحه. او نه 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 نه، من کتابچه قانون اساسیش رو عرض کردم. مثل اساسنامه‌ای بود، بله اساسنامه‌ای بود، بله پیشنویسه پیشنهادی قانون اساسی، بله. البته عمل، کار، نیت عالیه، تحسین برانگیزه. هر کسی اگر مطالعاتی داره باید یه متنی برای خودش داشته باشه از قانون اساسی، هر شخص منفردی، چون داشتن یک ایده کلی برای آینده کشور وظیفه همه ماست که برسه به سازمان‌ها و نهادهای سیاسی. این کار امیرعباس فخرآور یا کنگره ملی ایرانیان تحسین برانگیزه، منتها به شرطی که توش حقه‌بازی و دروغ نباشه. اینکه ایشون ادعا میکنه که قانون اساسی نوشته که به دو تا سیستم رو تعریف میکنه یه ادعای بی اساسه، و چرا بی اساسه؟ اعمال دیگر ایشون نشون میده. ایشون میاد میره به شاهزاده نزدیک میشه، بعد به یک باره به خاطر یک اختلاف کوچک کم اهمیت خانوادگی فامیلی به صحرای کربلا میزنه و قیام میکنه. یعنی همه مصلحت های سیاسی و ملی ادعایی خودش رو زیر پا میذاره، فقط برای اینکه ثابت بکنه که آره من جزی از این خانواده هم. این عقده و این ناراحتی روانی که این جوان ازش رنج میبره، همونی که در... میگه من فامیل هستم با آقای، بله 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 بله، با پدر بزرگ آقای رضا، بله بله درسته، بله. یه عده ای، حالا من نمیدونم چقدر خود شاهزاده نقش داشته یا شهبانو نقش داشتن در این قضیه که این موضوع رو انکار کرده باشن یا نکرده باشن، اینو خبر ندارم، ولی معتقد هستم که روی نقطه حساس و نقطه ضعف این جوان انگولک کاری شد و این جوان بی تجربه یا کم تجربه در واقع افتاد تو دام کسانی که نباید. این جوان میتونست فرد مناسبی باشه، میتونست نقش مهمی رو داشته باشه در انسجام به اصطلاح اپوزیسیون در گرد شاهزاده، ولی متاسفانه من به این نتیجه رسیدم که این جوان نزدیک شد به شاهزاده برای ضربه زدن. و یکی دیگه از دلایل همین بیانیه اخیر شاهزاده است که نوشتن، که خب هر کسی این بیانیه رو بخونه
جز این که بگه که دست درد نکنه، بیانیه خوب و مثبتیه، به همه جنبه ها اشاره شده توش. شاهزاده را از محوریت بیرون آورده و ملت رو تحییج کرده. ولی باور دارن بعضی ها که ایشون آب پاکی ریخته رو دست طرفدارانش و گفته که من کاری نیستم، یعنی حتی به شوخی میگن که ایشون هنوز کاری نکرده میخواد بازنشست بشه. ببینید جناب سوربی، این خوب شد اینو گفتید. اول من اون پرونده آقای فخرآور رو ببندم. آقای فخرآور موضع‌گیری هاش خیلی تأسف‌آوره. من فقط میتونم اسمش رو بذارم کم تجربی یا در واقع مزدوری. ایشون دوتا عمل انجام داده، دوتا عمل که شاید از چشم بعضی ها پنهان مونده باشه. یک این که خب این که البته عیان همه انتقاد کردن ازش، این که اومده آب پاکی رو ریخته رو دست امریکا رو تبرئه کرده از هر دخالتی در وقایع سال 57، که این خیلی بچگانه است و خیلی ساده لوحانه است که حتی آدم بهش فکر بکنه. من که قبلا اصلا در برنامه هم توضیح دادم که اصلا انقلاب ایران 50% اتفاقی بود که از سال 1960 کلیدش زده شد. یعنی از سال 1960 قرار بود که انقلاب ایران اتفاق بیفته و مذهبی ها سر کار بیان. منتها اون موقع سیستم پادشاهی تونست این قضیه رو کنترل بکنه و اتفاقات جهانی هم، مرگ کندی و بسیاری از اتفاقات دیگه مانع شد که این پروژه پیاده بشه. و نقش جورج وال رو توضیح دادم، اون دفتر مدرسه های مذهبی پاکستان رو توضیح دادم، همزمان اون اتفاقی که در افغانستان افتاده بود که نقش تعیین کننده ای داشت در نهایت در اتفاقات بعدی، چون احزاب کمونیست افغانستان پشت داوود خان بودن. داوود خان پادشاه رو عزل کرد، یک جمهوری دموکراتیک اعلام کرد، ولی احزاب کمونیست پشتش بودند. غربی ها به شدت به وحشت افتاده بودند. شوروی عملا وارد افغانستان شد بعدش و اینا میدونستن که شوروی اون زمان که انقلاب هنوز اتفاق نیفتاده بود در ایران، میدونستن شوروی پشت تحولات افغانستانه. پیشبینی میکردن که حتی ممکنه در آینده شوروی حمله بکنه، وارد خاک افغانستان بشه با دعوتی که دولت افغانستان میکنه ازش. و همین دلیل شروع کردن در اون مدرسه های مذهبی رو در پاکستان با پول عرب ها را انداختند و حتی داخل کشور ما حسینیه ارشاد رو بعدن به وجود آوردن در دنباله همون. چرا؟ برای اینکه میخواستن در حسینیه ارشاد پروژه اون شخص رو که میگفت تشیع سرخ رو مطرح میکرد، اون تشیع سرخ رو در ایران مطرح بکنن و جوانا رو جذب اون تفکر بکنن که یه جور رقیب میشد برای مارکسیستا چپ ها. یعنی میخوام بگم که یه سری از اقدامات همه دست به دست هم داد تا اینکه خمینی رو از دم مرز کویت بردارن ببرن پاریس و همه امکانات رو، ارتباط جمعی رو در اختیارش بگذارن. این طرف هم شروع بکنن به تضعیف پادشاه، دوربر پادشاه رو خالی کردن، هر که بیشتر فشار رو اضافه کردن و خلاصه دسیسه میمونه. نقش اجازه بدید، نقش شاه، حکومت شاه و مخصوصا نقش وزارت اطلاعاتش و ساواک چی بود؟ اونها به خواب خرگوشی رفته بود. اتفاقا خوب شد گفتید، بخشی از ساواک از ابتدا در خدمت بیگانگان بوده. از ابتدا در واقع اون اختناقی که در کشور به وجود اومده بود، ببینید عزیزان، اگر ما امروز اختناق داخل جمهوری اسلامی رو صرفاً نسبت بدیم به علی خامنه‌ای، اشتباهه. یک عده زیادی در درون یک حکومت دارن کار میکنن که بخشی از اونها میتونن وابسته باشن به بیگانگان
بخشی از اونها میتونن آدمهای عوضی و مریض باشن به اشکال مختلف. همه اینا در جایگاه خودشون صدمه میزنن به سیستم. حالا فرض کنید تو جمهوری اسلامی، از اونجایی که خود جناب رهبر خیلی آتش فراوانی برای ثروت اندوزی داره، طبیعتاً این تعمیم میشه به کل جامعه و تمام زیردستی های ایشون هم توی این هرم قدرتی که تشکیل داده سهم خواهی میکنن و در نتیجه جامعه اینطوری میشه که میبینیم. خب حالا شما این واقعیت رو تعمیم بدید به همه دوران تاریخی، متوجه میشه که در اون زمان هم، در زمان پادشاه هم، خب یه نارسایی هایی وجود داشته، اختناق رو آمدن ساواک بهش دامن میزده. من توضیح دادم عزیزان، بابا میرفته مثلا یه چریک فدایی رو در نظر بگیرید، میرفته یه اقداماتی میکرده، بانکی رو سرقت میکرده، یا یک عملیات خرابکارانه ای رو انجام میداده، یک دیپلماتی خارجی رو ترور میکرده، یا به یه پاسگاهی حمله میکرده در خارج از شهرها. خب این بله اینو میگرفتن ساواکی‌ها. خب راه درستش این بود، اینو تحویل میدادن به به اصطلاح قوه قضاییه کشور، یک دادگاه تشکیل میشد، توی اون دادگاه به مردم توضیح میدادن که آقا این کارا رو کرده، یه هیئت منصفی رو میشوندن اونجا، اینو محکوم میکردن به یک جزایی، زندان، هر چیزی که متناسب با جرمش بوده. این دیگه قهرمان نمیشد. من میگم اون بخش وابسته و بخشی که داشته سیستم رو به اصطلاح مهیا میکرده برای اینکه کودتای شکست خورده سال 1940 که میخواستن خمینی رو بیارن، اون کودتا شکست خورد دیگه، یعنی کودتا نه، در واقع اون جنبشی که خمینی سال 40 به وجود آورد در واقع شکست خورد. خب اینا که شکست خورده بودن که پشیمون نشدن از پروژهشون، که باید زمین چینی بکنن تا در یه مقطع دیگری این پروژه رو پیاده کنن از ترس اتحاد جماهیر شوروی. سال 57 اون مقطع بود، این آقایون ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دادن این کاری کردن. حالا آقای فخرآور، یکی این تبرئه کردن امریکایی‌ها اشکال کار آقای فخرآور بوده، دوم شاید بتونم بگم از اون مهمتر، چون این مربوط میشه به آینده کشور، مربوط میشه به تلاش ایرانی ها برای حل و فصل مسائل و نجات از این شرایط. ایشون اومده سرنوشت نیروهای مسلح رو داره گره میزنه به سرنوشت آخوندا، یعنی درست همون کاری که شاهزاده اصلاً انجام نداده و باهاش سخت مخالفت کرده و خود منم الان نزدیک 10 ساله که دارم به روی این موضوع تاکید میکنم که سرنوشت آخوند رو به سرنوشت نیروهای مسلحش گره زدن بزرگترین خدمتیه که شما میتونید به سیستم جمهوری اسلامی بکنید. با این بیانیه‌ای که شاهزاده خوندند و در واقع نکته های مثبتی ازش رو میتونم بعداً اشاره بکنم اگر مایل باشید آقای سوربی، ایشون شروع کرده به این انتقاد که شاهزاده تو که چیزی رو نوشتن گذاشتن جلوت داری اون رو میخونی، اینا به اصطلاح خیانتکارن، اینا هم همون هایین که اون نوشته رو جلوی محمد رضا شاه پدرتو گذاشتن و اونو مجبور کردن بخونه. ببینید این قیاس ملفارق کردن و این که ایشون داره سعی میکنه اینطور بگه سپاهی بسیجی، اگر سیستم جمهوری اسلامی از بین بره ما دونه دونه تون رو آنچنان خواهیم کرد که نگو و نپرس. خب این نتیجه چی میشه آقای سوربی؟ به جای بفرمید معلومه دیگه، وقتی سرنوشتشون گره بخوره، وقتی ببینن یه عده تند رو در خارج از کشور دارن اونا رو تهدید میکنن، خب از حتی اگه دلشون هم نخواد حداقل میشینن کنار، هیچ کار نمیکنن. خب اگه شما یادتون بیاد آقای فاضلی زمانی میگفت ما بیایم تهران شماها رو میبندیم به درخت توی خیابون پهلوی،
من بهش گفتم آقای فاضلی، خیابان پهلوی یکی از قشنگترین خیابان خواب، اون وقت شما میخواین این کار بعد وقتی اینجوری میکنید آقا تا تیر آخرش هم شلیک میکنه. آخه شماها من نمیدونم قبل از اینکه حرف بزنید باید با یک کسی صحبت کنید، حالا ایشون فوت شد رفت خدا بیامرزتش، یا اگر خدایی هم نیست روانش شاد، ولی متاسفانه اتفاقا همین موضوعی که راجع به تلویزیون ها هست، ببینید یه تلویزیونی به نام رنگارنگ شما قشنگ داری توضیح میدی که این جزء پروژه بوده اینجور اونجور، بعد بعضیا از ایران پول میدن و خرج میکنن و فکر میکنن داره یه کاری براشون انجام میده. تلویزیون های دیگه ما هم متاسفانه چیزی بیشتر تحویل مردم ایران ندادن تا امروز، از آقای ضیا گرفته که افتخار میکنه مؤسس انای تیوی بوده تا اونایی که امروز هستن، یه سریش بحث و گفتگو و جدل و مناظره است، یه سریش فقط فوش و فضیحت و شعار تو خالی. حالا یه سری میاد میگه یا زرتشت، یه سری میاد میگه جاوید شاه، شاهی که فوت شده، زرتشتی که اگر زرتشت و دین زرتشتی خوب بود ملت ایران چه کار داشتن به مسلمونی، یا اقلا مقاومت یاد مردم میداد که وایسن از دینشون به اصطلاح نگهداری کنن، نه گول مساوات و برادری و برابری بخورن بعد از اون ور مجبور بشن که اگر سوار هستن پیاده بشن و اولاغشون رو بدن به عرب ها. بفرمایید، ببخشید من گاهی صحبت میکنم. ممنونم آقای چوری، شما که نه موسیقی پخش میکنید نه آگهی میذارید دادن واقعا معذب میشه، و باز خود شما به فریاد من میده بود با یاقات عرض کنم. بله این آقای فخرآور اینطوری عمل کرده و حتی در انتقاد از شاهزاده به خاطر این بیانیه جدید، یادمه که به شاهزاده میگفتش که اون پرچمی که گذاشتی پشت سرت یه نشانه هایی از تاج توش هست، که من هرچی دقت کردم ندیدم چیزی، ولی این ایشون میگفتش که اون تاج گذاشتی پشت سرت تو اون پرچم هست، نشونش زده بیرون، قلپه زده بیرون. و اون وقت در بخش دیگه از برنامهش گفت شاهزاده از تو خواهش میکنم، تقاضا میکنم، اون نمیتونم، یا اینکه اون خواهش رو برای چیز دیگه ای گفت، ولی گفت شاهزاده وقتشه که چکمه های پدر بزرگت رو به پا بکنی. بعد به شاهزاده میگفت که دم خروس از حرفهای شاهزاده بیرون زده، تناقض هست، در حالی که خودش اینجا دم خروسش میزنه بیرون. تو اگر میخوای شاهزاده چکمه پدر بزرگش رو به پا بکنه، چرا دنبال یه تیکه ای از تاج تو پرچم پشت سرش میگردی و به اون انتقاد میکنی؟ خب چکمه پوشیدن معنیش اینه که تو میخوای بگی که آقا بیا به عنوان پادشاه ایران وارد صحنه بشو. من منظورم اینه که این تناقض ها نشون میده که این جوان از یک عدم تعادل روانی رنج میبره، و من خودم شخصا این جوان رو دوست داشتم، واقعا دلم میخواست که این جوان با حسن نیت تو صحنه سیاست عمل بکنه، و چندین بارم باش صحبت کردم، سعی کردم متوجهش بکنم، ولی مثل همه کسانی که از دارای عدم تعادل روانی هستند، ایشون وقتی با یه مخاطب صحبت میکنه فقط اون بخشی از حرفهای او رو صحبت میکنه، آنالیز میکنه که میتونه تحمل کنه. آدمایی که این حالتهای روحی رو دارند، تندرو هستند، افکار رادیکال دارند، همین که شما از دایره تحمل اونها خارج شدید دیگه حرف شما رو نمیشنوند، و خب دیدم فایده ای نداره. به هر حال این پرونده رو من ببندم. اگر شما سوال جدیدی ندارید، یک موضوع دیگه هم هست به اونم اشاره بکنم بد نیست. ببینید از نظر جامعه شناسی مثلا در ایران که خب یه ملت مسلمون از اون 100 درجه بدتر شیعه وجود دارن، یه شیعه تفکرش، بیسمنت فکریش و فلسفی و فرهنگیش چی هستش؟ انسانیه که شخصیت فردیش تحقیر شده، له و لورده شده، و همه ارزش ها از نظر اون، همه درستی ها، ارزش ها،
عقل‌ها در وجود یک مشت آدمی به نام امام متجلی میشه. اونها مظهر همه ارزش‌ها هستن، همه حقایق پیش اونهاست. حتی همین کلمه امت برای همینه، برای تحقیر کردن مردم هست. توی همچین سیستمی طبیعیه که مماشات با قدرت، چاپلوسی و تملق و اینجور صفات متداول بشه، مخصوصا اینکه این ملت بینوای گرفتار در این تفکر بسیار مسموم و منحط یه سابقه تاریخی بدی هم داشته باشه که حکایت بکنه از حمله اقوام وحشی از عربش گرفته تا مغولش و عرض کنم که سایر مهاجمین، و این ملت به طور تاریخی عادت کرده که این خصلت رو داشته باشه، مماشات با ارباب قدرت. و خب طبیعیه تحت این شرایط یک چنین جامعه‌ای مستعد پذیرش یک رهبری و یک قدرت بالایی هست. همیشه این استعداد در بین ما ایرانی ها وجود داشته. توی این 40 سال میشه امیدوار بود که این خصلت خیلی ضعیف شده باشه در بین ما ایرانی ها. و به همین دلیل من بیانیه شاهزاده رضا پهلوی رو از این جهت مثبت ارزیابی میکنم. البته خود من توی ضمیر ناخودآگاه هم در واقع تمایلم و اولویتم این بود که شاهزاده رضا پهلوی به دو نکته توجه بکنه. اول اینکه مشروعیت امروز ایشون و محبوبیت خانواده پهلوی به هیچ وجه از قانون اساسی مشروطیت اعتبار نمیگیره. برخلاف اون حرفی که آقای رامین پرهام زد که خلأ اتوریتی وجود داره، درست زد زمانی که مردم فریاد زدن رضا شاه روحت شاد و خاندان پهلوی رو یاد کردن، یک دفعه آقای رامین پرهام از خلأ اتوریتی صحبت کرد. این موضوع نظر من 180 درجه نسبت به این شخصیت موذی که در اطراف شاهزاده هست برگردوند، چون درست در همون لحظه بود که خلأ اتوریتی شاهزاده رضا پهلوی از بین رفته بود. اون دیگه مشروعیت جایگاه سیاسی خودش رو از قانون اساسی مشروطیت نداشت دیگه. و بعد از اون این جریان فکری در ایران، و بعد از این شاهد خواهیم بود این جریان فکری هواداری از نظام پادشاهی مراحل تکاملی و پیشرفت خودش رو طی خواهد کرد. ولی امیدوارم این جریان به یک صرافت و به یک برداشت منطقی برسه، و اون برداشت این هست که نظام پادشاهیه که باید جاوید باشه، نه شاهنشاه، نه پادشاه. هر موقع که هواداران نظام پادشاهی پارلمانی به شعار جاوید پادشاهی برسن و این شعار رو بدن به جای شعار بیمعنی جاوید شاه، اون موقع ما وارد یک مرحله تکاملی تری خواهیم شد. من در ضمیر ناخودآگاه خودم اینطور آرزو میکردم که شاهزاده رضا پهلوی با توجه به اینکه مشروعیتش از مردم میگیره امروز، وارد یه مرحله جدیدی بشه. به توصیه من توجه بکنه اونجایی که نظام پادشاهی متناسب با قرن 21 رو توضیح دادم و سعی کردم بگم که این یک نظام میتونه یک مکانیزم کنترلی فوق‌العاده بشه. سامانه پادشاهی تبدیل بشه به یک
مکانیزم بسیار مؤثر برای دوام و بقای دموکراسی ایران. امیدوار بودم شاهزاده وارد این مقوله بشه. خب البته ایشون تصمیم دیگری گرفت و شاید به درستی به این نتیجه رسید که ایشون نباید از هواداران خودش تبعیت کنه. اگر میخواد پادشاه باشه باید عموم ملت ایران رو در نظر بگیره و ایشون راهی این راه رو انتخاب کرد، همه ملت ایران رو به پیش قدم پیش گذاشتن دعوت کرد و از اون چیزی که میراث تاریخی اون بود حتی صرف نظر کرد و این یک علو درجاتی رو به ایشون داد از نظر من. و چه بسا بگم که من خوشحال شدم از اینکه نظریه من، اون آرزوی من تحقق پیدا نکرد. به ایشون به جای اینکه بره به سمت هوادارانش و سعی بکنه در این به اصطلاح اختشاش و به هم ریختگی اوضاع ایران از این فرصت بخواد استفاده کنه، یک کلاهی، یک به اصطلاح قدرتی برای خودش به وجود بیاره، این راه رو انتخاب نکرد و رفت به سمت خواسته و اراده کلی ملت ایران. تحلیل کلی من از گفته های ایشون این هست که این در واقع ایشون یک بار بسیار سنگین رو گذاشت روی دوش ملت ایران که تنها قدرتیه که میتونه این بار رو به سرانجام برسونه و این میتونه یک آینده پرتنش سیاسی و تغییرات عمده و زیربنایی رو به ما نوید بده. من اینطوری فکر میکنم تا عزیزان چه بیندیشند. آقای سوربی اگر سوالی دارید در خدمتون هستم. سوالی ندارم، فقط از دوستان خواهش میکنم اگه مایل باشن با شما تماس بگیرن از طریق ایمیل iranian tv243@gmail.com. شماره تلفن مستقیم شخصی شما هست 206-577-6060 و اگر اشکالی در تماس بود میتونن از طریق تلویزیون مردم، فیسبوک ما، از طریق ایمیل ما info@mardomtv.com با ما تماس بگیرن. من امروز وقت نیست، اگه وقت بود با شما بیشتر بحث میکردم، چون شما دو تا چیز گفتید. یکی این بود که گفتید مردم ایران در طی به اصطلاح سالها اون حال اون خصلت بد رو پیدا کردن، بعد خود شما گفتید توی این 40 سال اون خصلت رو از دست دادن، یعنی به این نفع کم شده. به این نفع مثل من شما دارید غیر مستقیم میگید 57 سال دو تا پهلوی مردم رو به ترسیدن و تبعیت تشویق کردن، 40 سال آخوندها مردم رو برگردوندن و میفهمن. از طرف دیگه شما میگید آقای رضا پهلوی این بار سنگین رو گذاشت روی دوش مردم، مردمی که شونه هاشون 40 سال زیر گرانی و قحطی و زور و جبر و اینها خورد شده، احتیاج ندارن یکی بیاد باری رو دوششون بذاره، احتیاج داشتن به یک کسی که باری رو ورده. بله، نکته جالبی. بله، نکته جالبی داشت. بله، این بار رو دوش مردم گذاشت. ولی بذارید یک واقعیتی رو بهتون بگم. هیچ اتفاقی در دنیا نیفتاده مگر اینکه زیربنای مادی اون و زیربنای اجتماعی اون فراهم شده باشه. هیچ اتفاقی نیفتاده. یک ملت وقتی دست به عمل میزنه، وقتی مرزها رو پس میزنه و قدم تو عرصه های ماجرا میگذاره که ظرفیتش برای تحمل تمام بشه. درسته که ملت صدمه دیدن، تحت فشار هستن، ولی از یک چیز خالی هستند و اون اندیشه‌ایه که اونها رو به عمل نهایی تشویق بکنه.
شاهزاده سعی کرده اونها بگه که هر درد و رنجی که می کشید نوش جانتان باد اگر برای رفع اون اقدامی نکنید. شایسته همون رنج و درد هستید اگر قدمی پیش نگذارید و حاضر نشید که بهایی پرداخت کنید. این تفکر در خیلی ها به وجود اومده، ولی برای اینکه عمومی بشه و جامعه رو در بر بگیره یه کمی ممکنه بعد از این زمان ببره، شاید 6 ماه، شاید 1 سال، 2 سال، من نمیدونم. ولی این باید تبدیل به یه عزم ملی بشه تا تحولات بعدی رو باعث بشه. البته ما باید این واقعیت رو هم در نظر بگیریم که همین دنیای استعمار میخواد مانع از این قضیه بشه و خیلی شرایط به اصطلاح بین المللی به نفع ما نیست. پروژه هلال شیعه باید به بار نهایی خودش بشینه. حالا در این شرایط که جمهوری اسلامی داره یه مقداری مقاومت میکنه، از روزها که ناامید شده رفته سمت چینی ها و این مسئله باعث شده که یک تضادی بین سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه با چینی ها شکل بگیره. حالا این تضاد به چه جایی می انجامه نمیشه پیش بینی کرد. واقعا خیلی مسئله پیچیده است. آیا چینی ها کوتاه میان و کامپرومایز میکنن، سازش میکنن با امریکایی ها، یا اینکه مسئله بالا میگیره معلوم نیست. باید دید در آینده چه اتفاقی میفته. عرض شود به خدمتون که آقای صبحی، ما زمان برنامه رو به من بفرمایید که من یه مطلبی از تو ببینم میتونم بگم یا نه. البته من در اون مورد فقط یک جمله بگم، چون ممکنه که خب منم کووید بگیرم اون در خدمتتون نباشم. من یه چیزی رو حرف میزنم. ببینید اون پروژه من، یعنی اون تفکراتی که من مطرح میکنم، از دید بعضی از عزیزان ممکنه سیاه نمایی به نظر بیاد، ولی من اینو تاکید میکنم. حتی در رابطه با مطرح قبلی که با آقای صبحی صحبت میکردم، با اونی که بستر اجتماعی هر چیزی وقتی فراهم بشه، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک دست به دست هم میدن تا اون محقق بشه. یعنی از بستر مادی و متریالیستی وقتی مهیا بشه هر اتفاقی میفته. حالا پروژه هلال شیعه که من عرض کردم که بعضیا ممکنه فکر کنن این یه سیاه نمایی و بدبینی و تفکر دست دسیسه هستش، اگر این تفکر درست باشه، من باید اینجا به شما بگم که اگر هر اتفاقی هم بیفته، ترامپ مجدداً رئیس جمهور خواهد بود. و اگر به هر دلیلی ترامپ رئیس جمهور نباشه، مطمئن باشید سیاست‌های امریکا همون سیاست هلال شیعه است. هر رئیس جمهوری سر کار بیاد همون سیاست رو تغییر می‌کنه و نهایت این سیاست هم که هم منافع امریکایی یا بخش خاصی از سرمایه‌داری امریکا در اون تامین میشه، هم منافع روس‌ها، یک خرابکاری محدودی در صنایع نفتی کشورهای خلیج فارس. به نظر من انتهای این پروژه به اونجا منتهی میشه و من هر چه در مورد انتخابات هم معتقد هستم اتفاق خاصی نیفته، احتمالاً آقای ترامپ مجدداً انتخاب میشه. بسیار ممنون آقای سعیدی، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم و دوستان هم اگر مایل باشن با شما مستقیما صحبت کنن، اطلاعات شما رو از اول برنامه روی صفحه داشتن و میتونن باهاتون مستقیم تماس بگیرن. خیلی ممنون که با ما بودی. ممنون ازتون. امید روزهای بهتر. حتما. مرسی. دوستان عزیز، با آقای عباس سعیدی بودیم و شماره تلفن و ایمیل آدرس ایشون رو
داریم روی صفحه، و اگر مشکلی هم در تماس گرفتن با ایشون داشتید تماس بگیرید با تلویزیون مردم تا ترتیب تماس شما داده بشه. ممنون که با تلویزیون مردم بودید، برنامه ها رو پی میگیریم و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، دوستان شما هم میتونن نظرات خودشون رو بگن و برنامه هایی رو که مورد علاقتون هست از جای دیگه هم میتونید اینجا پخش کنید تا به گوش و چشم و عقل و هوش دیگران برسه. روز روزگار بر شما خوش، آخر هفته خوبی برای شما هم آرزو میکنم.